درود میگم به همه فارسی زبانان عزیز در سراسر گیتی و همه کسانی که بیننده این برنامه هستند و همینطور درود و خوش آمد میگم به دکتر آرتمیس اهورا. خوش آمد. درود بر شما بانو افسانه گرامی و درود بر همه بینندگان و شنوندگان این برنامه که کاریست از جنبش رنسانس ایرانی. سپاس از حضورتون. دوستان این هفته در مورد شهریاری در ایران شهری است. شهریاری در ایران شهری چیست؟ بانو آرتمیس عزیز میشنویم صحبتهای شما رو در این زمین. سپاسگزارم بانو افسانه گرامی. برخی از دوستان همیشه این پرسش برشون پیش میاد که این که میگن شهریاری چیست و چه تفاوتی میکنه به طور کلی با سلطنت و این که ما میگیم شهریاری ایران شهری اصلا چه ویژگی هایی داره این نوع شهریاری. به طور کلی موقعی که ما میگیم شهریاری ایران شهری منظور نظام حکومتی ایران پیش از اسلامه. در ایران پیش از اسلام در دورانی که ما حالت امپراتوری جهانی داشتیم، یعنی بعد از دوران مادها، در دوران مثلا هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان ما یک سیستم حکومتی داشتیم به نام شهریاری ایرانی. شهریاری ایرانی که در دوران ساسانیان نامش شد شهریاری ایران شهری و این خودش در واقع برپایی نوعی حکومته که با واژه ایران شهر به معنی کشور ایران، چون در آن زمان ایران شهر که میگفتن شهر معنی کشور میداده، ایران شهری یعنی پادشاهی که یا شهریاری که مربوط به کشور ایران هست. از اونجایی که ما میدونیم که این سیستم حکومتی با آمدن اسلام از بین رفت، تا 300-400 سال که ایران جزء یعنی زیر پوشش خلفای در واقع اسلامی بود در بغداد و حدود 300-400 سال پس از اسلام، یعنی پس از ورود اسلام و پس از سقوط ایران شهر بزرگ، نظامی ایجاد شد که بهش گفتن سلطنت. این واژه سلطنت، نظام سلطنت، فاصله بسیار زیادی داره با شهریاری در واقع ایران شهری و نظام سلطنتی یک چیزیست، ملغمه ایست از اختلاط دو نظریه سیاسی، یکی خلافت اسلامی عربی که بلافاصله پس از ورود اسلام به ایران ایجاد شد در ایران، خلافت اسلامی عربی که اصل در واقع خلیفه یا نماینده خدا در زمین از نظر اسلامی در مثلا بغداد بود و این مخلوط شد با حکومتی، شیوه حکومتی ترکی و پس از اون مغولی. ترکی مغولی هنگامی که ما میگیم آن چیزی است که از آسیای میانه آمد، یعنی اقوام ترکی که در آسیای میانه بودند که انواع و اقسام بودند، با ورود غزنویان به ایران این اقوام ترک آسیای میانه وارد ایران شدند، بعد غزنویان بودند، سلجوقیان بودند، خوارزمشاهیان بودند و بعد که حمله مغول اتفاق افتاد و جانشینان مغول. خب آنچه که ما به طور کلی پس از نظام سلطنت میشناسیم تلفیقی است از خلافت اسلامی با حکومت ترکی مغولی که نام سلطنت گرفت و اصلا چیزی کاملا مجزا هست با شهریاری ایران شهری. این از این نظر میگم که بعضیا فکر میکنن واژه سلطنت که میگن یا سلطنت طلب درسته، نه، این واژه کلا مفهومش با آن چیزی که ما از نظر پادشاهی در ایران مد نظرمونه کاملا متفاوته. از اونجایی که در واقع سلطنتی که در ایران نامگذاری شد از همین تلفیق این دو حکومت خلفای عربی و ترکی مغولی، این به هیچ نهادی و به هیچ شخصی خودش رو متعهد و مسئول نمیدونه. در نتیجه به خاطر که اینا مشروعیتش رو سلطنت از خلیفه می گرفته، خلیفه هم که نماینده خدا در زمین بوده، جانشین در واقع خدا بوده، این به هیچ کس خودشو پاسخگو نمی دونسته به جز خلیفه، خلیفه هم که فقط خودشو
پاسخگوی خدا میدونسته. در نتیجه اینها اون بیگانگی کاملی دارن با واژه های مثل خرد، مثل دادگری، مثل آبادسازی. اینها در این سیستم سلطنت اصلا جایی نداره و هر کاری در واقع سلطان دلش میخواسته با مردم میکرده. معمولا هم همونجوری که میبینیم در تمام این 1400 سال سلاطین بسیار بیرحم و صفاک و خونریز و ستمگر و مستبد بودن، که این کلن مفهومش باز با اون پادشاهی شهریاری ایران شهری متفاوت بوده. در واقع ما از چیزی حدود 400 سال پس از اسلام تا 600 سال ما این سیستم واژه سلطنت رو داشتیم و سیستم سلطنتی رو داشتیم و کسی که خودشو در واقع حکومت رو اداره میکرده خودشو سلطان مینامید تا میرسید به دوران صفویه. در دوره صفویه این واژه سلطان رو برداشتن شاهان صفویه و آمدن با واژه شاه جایگزینش کردن، اما فقط واژه شاه بود، از مفهوم شاه و پادشاه کاملا خالی بود. یعنی همون سیستم سلطنت موجود بود که قبل از اون دوران غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان و اینها داشتن، فقط نام شاه رو بر خودش گذاشت که شد شاه اسماعیل مثلا صفوی یا مثلا شاه سلطان حسین یا این. یا بالاخره واژه ها عوض شد به شاه ولی مفهوم همون موند. باز این حالت رو ما داشتیم، واژه شاه ولی با مفهوم واقعی سلطنت، تا پایان دوره قاجار، تا در اون موقعی که انقلاب مشروطه در واقع آغاز شد. انقلاب مشروطه که در ایران اتفاق افتاد و تصویب شد و در واقع انقلاب مشروطه به ثمر رسید، در این زمان بود که تازه یک قانون اساسی نوشته شد. تازه اون قانون اساسی هم که نوشته شد بر مبنای اسلام بود، یعنی دین اصلی و رسمی کشور رو اسلام شیعه 12 امامی اعلام کردن و قانون اساسی مشروطه تنها کاری که کرد کشور هرج و مرج بی قانونی که فقط زیر نظر سلطان اداره می‌شد و سلطان به هیچ نهادی پاسخگو نبود و هیچ قانونی برای حمایت از مردم در برابر سلطان وجود نداشت، در واقع آمدن یک قانونی گذاشتن که یکی این که یک جایی باشه به نام پارلمان که قوانین کشور رو تصویب بکنه و دوم این که این پارلمان یک کار رایزنی و مشورتی داشته باشن با نخست وزیر و در واقع شاه بتونه یک مشورت و رایزنی داشته باشه با نخست وزیر و دولت و این نظام سیاسی ایران شد. ولی همونطوری که گفتم به خاطری که بر مبنای دین اصلی کشور اسلامی، دین اسلام شیعه جعفری بنیاد گذاشته شد، باز همچنان اون قوانین اسلامی بسیار پررنگ بودن و باید هر قانونی که در مجلس شورای ملی تصویب می شد از زیر نظر 5 مجتهد به اصطلاح عمامه به سر آخوند میگذشت که این 5 مجتهد ببینن قوانینی که مجلس تصویب می کنه برخلاف اسلامه یا نه، بعد اون قانون تازه اجرایی می شد. یعنی من این روند رو براتون فقط توضیح آغازینی دادم تا برسیم به این که اصلا ببینیم ویژگی های در واقع شهریاری ایران شهری چیست. اون وقت من یک نکته دیگه هم اینجا قبل از اینکه بریم وارد اون بحث بشیم بدم که سیستم هایی که پارلمانی پادشاهی هستن در همه جای دنیا، در کشورهای اروپایی مثل سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک و هلند و اسپانیا و اینها دیده میشه و از اون سو هم مثلا در تایلند و ژاپن شما این سیستم های مثلا یا برونه اینها این سیستم های پادشاهی پارلمانی میبینیم. تا اختیارات اینها تو اینها سیستم های پادشاهی پارلمانی میزان اختیارات شاه فرق میکنه. از اون طیفی که شاه هیچ قدرتی نداره مثل ژاپن نگاه کنید که بعد از جنگ جهانی دوم امپراتور رو از قدرت تقریبا گذاشتن کنار، فقط به عنوان سمبل و نماد سیستم 1500 ساله پادشاهی سیستم شاهی در واقع یا پادشاهی ژاپن باقی گذاشتنش، ولی عملا
یک نماد فقط یک پارچگی کشور موند امپراتور بعد از جنگ جهانی دوم و همه قوانین رو مجلس و بالاخره نخست وزیر و این حرفا دولت تشکیل دادن و مجلس قانون تصویب میکنه و اونا اداره میکنن. اما میرسیم از اون طرف مثلا به انگلستان که ملکه انگلستان قدرت بسیار زیادی داره، نه تنها سمبول و نماد کشور به اصطلاح بریتانیا هست، بلکه قدرت و نفوذ سیاسی زیادی داره و شما در بسیاری از مواقع میبینید که ملکه در بسیاری از امور مختلف سیاسی اظهار نظر میکنه و کاملا حق داره و میاد وتو میکنه و یه موقعی باید برن از ملکه برای خیلی از چیزها اجازه بگیرن، نه فقط نفوذ سیاسیش بلکه بخش بسیار بزرگی از سرزمین انگلستان طبق قانون اساسی انگلستان متعلق هست به ملکه، از آبها، دریاها، کوهها، قوها، پرندگان، نمیدونم همه چیز، مراتع، اینا همه متعلق به انگلستانه. و تازه نه فقط خود کشور انگلستان بلکه حتی کانادا و استرالیا و آفریقای جنوبی هم که از کشورهای مستقل به اصطلاح هستن، مستقل از انگلستان هستن، ولی همه اینها ملکه رو به عنوان ملکه خودشون قبول دارن و میخوام بگم یعنی نفوذ ملکه انگلستان در جایگاه پادشاهی یک کشور چقدر زیاده. حالا مثلا ژاپن هم از اون طرف که بعد از جنگ جهانی دوم متاسفانه هم ارتش ازشون گرفتن، هم قدرت امپراتور رو از بین بردن. ولی حالا اگر که پرسشی نداریم میتونیم وارد این بشیم که شهریار ایران شهری چه هست؟ نه خواهش میکنم، ما صحبتهای شما رو حالا میایم ببینیم که کلن شهریاری ایران شهری چیست. به طور کلی در شهریاری در ایران شهر یک ویژگی هایی بایستی یک شاه می داشت تا بتونه شاه بشه. نخستین ویژگی هایی که برای شهریار ایران شهری در نظر می گیرن خرده، یعنی عقلی که زیر چتر اخلاق. شاه نه تنها باید انسان عاقلی باشه، تشخیص سود و زیان کشور رو بده، بلکه بایستی تشخیص نیک و بد رو هم بده، یعنی اخلاق یا اتیک یا پرینسیپلی هم داشته باشه در اعمال عقلش در کشور. یعنی هر کاری که عقل تایید میکنه ولی اگه اخلاقی نباشه پادشاه نباید انجام بده. بنابراین نخستین ویژگی یک شاه ایرانی این بوده که خردمند باشه. دومین ویژگیش این بوده که دادگر باشه و از این رو هست که دادگری یکی از مهمترین ویژگی های پادشاه بوده و پادشاه اگر بیدادگر می شده مجلس مهان یا مهستان پادشاه میتونستن به دادگاه حتی بکشن و درباره بیدادی که کرده بازخواستش بکنن، حتی محاکمش بکنن. بنابراین دادگستری و دادگستردن در سراسر کشور ویژگی شاه بوده و این دو خصلت داشته. دادگری یکیش به معنی قانون و داد و به اصطلاح جاستیس، همون چیزی که بهش میگن قانون، معنی میداده. یکیش هم به معنی این که هر چیزی رو پادشاه باید حقش رو ادا کنه و بذاره سر جای مناسب خودش، یا به اصطلاح شایسته سالاری. یعنی دادگستری ایران، دادگری در ایران هم مفهوم داد و عدالت میداده، هم معنی شایسته سالاری میداده و شاه حق نداشته کاری بکنه که برخلاف شایستگی، مثلا کسانی رو بر کاری بگماره که شایستگی اون کارو ندارن. در نتیجه بایستی هر چیزی در جای درست خودش قرار میگرفته. سومین ویژگی شاه در فرهنگ ایران شهری آبادسازی است. شاه ایران شهر بایستی تمام هم و غم و زندگیشو برای آباد کردن کشور ایران میگذاشته و این چه معنایی میداده؟ این به این معنا بوده که در واقع ساختن و آباد کردن جزو نگاه ایرانیان بوده، چون ما نگاهمون از پس از اشو زرتشت در 3800 سال پیش، نگاه ایرانیان نگاهی است که انسان رو برده و بنده خدا نمیدونن، انسان رو همکار و همراه و همگام اورمزد میدونن یا اورامزدا میدونن،
در ساختن جهان، در ساختن شهر و کشور به اصطلاح و در ساختن جهان و در ساختن گیتی. برای همین بایستی انسان‌ها تنها کاری که در جهان می‌کنند به جای نابود کردن، آباد کردن باشه، بهتر کردن باشه، زیبایی آفریدن باشه، پیشرفت دادن باشه. و این سومین ویژگی بسیار مهمی بود که یک پادشاه باید داشت. از سوی دیگه، یعنی این سه تا ویژگی اصلی اگر در شاه بود بهش میگفتن شاه واجد یا دارای فر شاهی است، به این میگفتن فر. و این فر فقط شامل شاه نمیشده ها، اگر در جامعه هم مردم ایران هر کسی هم خردمند بود، هم دادگر بود، هم آبادگری میکرد در ایران، بهش میگفتن انسان فرهمند، که یه عده‌ای در ایران فامیلشون حتی نام خانوادگیشون فرهمند بود. بنابراین فر برخلاف اینکه برخی تبلیغ میکنن چیزی نیست که از آسمون بیاد و خدا بذاره و نمیدونم اهورامزدا بده به شاه بعدم بگیره از شاه. نه، شاه اگر این سه ویژگی رو داشت، خردمند، دادگر و آبادگر بود، میگفتن این شاه فر شاهی داره. و اگر این فر ازش دور میشد، یعنی اگر یکی از این سه تا از شاه زایل میشد، یا خردشو، عقلشو، خردشو از دست میداد، یا از دادگری خارج میشد، بیداد و ستمی میکرد، یا اگر که از راه آبادسازی و آبادگری کشور ایران دور میافتاد و نابود میکرد یا کاری میکرد که برخلاف منافع کشور بود که موجب نابودی و ویرانی کشور میشد، شاه رو میتونستن مجلس مهستان، ببینی فرق شاه ایرانی با سلطان اینه، شاه رو مجلس میتونست بیاره بازخواست بکنه و قوه دادگستری کشور به اصطلاح دادگاه های کشور رو مهان با دانشی اداره میکردن و خردمند که میمدن از شاه بازخواست میکردن و شاه رو محاکمه میکردن و شاه اجازه داشت از خودش دفاع کنه. اگر دفاعی که میکرد معقول بود و دلایلش رو قبول میکردن، شاه در جایگاهش میمون. اگر شاهی کارش میکشید به دادگاه و محاکمه میشد و دلایلش معقول نبود یا قابل توجیه نبود، میتونستن شاه رو از شاهی کنار بگذارن و میگفتن این شاه دیگه واجد فر شاهی نیست، حالا میایم از برادراش، فرزنداش، اگه کسی نبود حتی پسرعموهاش، بالاخره از اون دودمان بزرگ شاهی کسی رو انتخاب میکردن و به جای اون شاه میگذاشتن. برعکس این که شما در سلطنت هرگز نمیدیدید کسی اجازه یا جرأت داشته باشه سلطان رو محاکمه بکنه، حتی نقد بکنه. سلطان فردی بود در سیستم های سلطنتی که خودش رو فرا و ورای هر قانونی و هر کسی میدونست و هیچ کس نمیتونست سلطان رو ازش پاسخ بخواد، یعنی محاکمه کنه یا ازش سوال و جواب بکنه، بگه آقا چرا این کار کردی یا تو چرا داری این بیداد رو میکنی. و از این روی هست تفاوت شهریار ایرانی علاوه بر این سه ویژگی که داشت که هرگز سلطان نداشت. سلطان ها معمولا میدیدی نه خردمند بودن، نه تربیت و آموزش و پرورش شاهی دیده بودن، نه دادگر بودن، به هیچ کس پاسخگو هم که نبودن، دادگری هم آبادسازی هم که نمی کردن، که می دیدین در طول دوران سلطنت سلاطین مختلف در دوره های مختلفی که پس از اسلام اتفاق افتاد، اکثرا همش تو بیداد ایران می سوخت، یا چشم در می آوردن یا دست قطع می کردن یا از سرها مناره می ساختن. یا از دیدین که دیگه در تاریخ ایران هرچی می خونین، اون سلطان اومد این سلطان رو کشت، تمام مردم یک شهر هم می کشت، شهرها رو آتیش می زدن و به خاک و خون می کشتن. مثلا خوارزمشاهیان می مدن غزنویان رو می زدن، بعد مثلا نمیدونم مغولان می مدن اونا رو می زدن، اینا می مدن اونا رو می زدن. برای همین دادگری اصلا در ایران وجود نداشت و سلطان به هیچ کس هیچ گاه به جز خلیفه که در عراق نشسته بود، خلیفه مسلمی، پاسخگو نبود. از سوی دیگه این رو که میبینیم ایرانیان پیش از اسلام اینقدر آزادگی وجود داشته، شما ببینید آزادی که بوده هیچی، آزادگی هم وجود داشته. آزادگی یعنی چی؟ یعنی کسی سرش جلوی ستم یا ستمگر خم نمی شده. و از این روی که انسانها آزادگی داشتن که حرف راست و درست و حق رو بزنن و در برابر ستمگر سرخم نکنن، پس از اسلام در دوران سلاطین هیچ وقت نمی دیدی. همه وزرا
بله قربانگو بودن، تعظیم و تکریم بکن بودن، مثلا میشد طرف قبله عالم، میشد سایه خدا در زمین، نمیدونم میشد ظل السلطان، میشد نمیدونم اعلی حضرت، مثلا همه چیز میرفت یه جوری خدایگونه میشد. به جای اینکه در ایران پیش از اسلام پادشاهان کاملا دادگر بودن و در تمام مناسبت ها، همونطور که شما در سنگ نوشته ها و نقش برجسته ها، کنده کاری های تخت جمشید و طاق بیستون و بقیه جاها میتونیم ببینین، شاهان ایران در جشن های ایران با همه مردم ایران دیدن میکردن، حتی در جشن سده، در جشن شب چله و در جشن های گوناگون شاه به میان مردم میرفت، خوراک میخورد با مردم، میگساری میکرد با مردم، جشن و پایکوبی رو شرکت میکرد. و همون جورم که میبینیم مثلا در نوروز ما، در بار آمی که میدادن، در واقع نوروز ما مثل سازمان ملل امروز بوده، از تمام اقوام و ملل جهان میومدن به دیدن شاه ایران و پیشکش هاشون رو میابردن. و این نشون میدهدی که چه اندازه شاه دادگر و دادگستری بوده، برای اینکه شما حتی از آفریقا میبینید که مردمی در روی این سنگ برجسته ها میبینید، مردم از آفریقا، از آرامی ها، کلدانی ها، بابلی ها، از هند، از چین، تصاویر میبینید که همه اومده بودن به اصطلاح حضور بارگاه و بارعام شاه در روز نوروز، به اصطلاح بزرگترین جشن ملی ایرانی ها. بنابراین ویژگی هایی که پادشاه ایرانی و شهریار ایرانی داره از خود نامش معلومه. شهریار یعنی یار و یاور کشور، و کسی که کشور رو از خودش و خودش رو از کشور در هم تنیده میدونه. و از اون جایی که پادشاهی در ایران خب سلسله ای بوده، وقتی میبینید یک دودمانی مانند هخامنشیان 400 سال میمونند، دودمانی مانند اشکانیان 400 سال میمونند، دودمانی مانند ساسانیان 450 سال میمونند، این نشون میده که پادشاه بایستی انقدر فر داشته باشه، یعنی هم خرد، هم داد، هم آبادگر، که مردم بپذیرنش، نه تنها مردم، که تمام اون کشورهای دیگه که زیر سیطره امپراتوری ایران بودن با خوشحالی زیر سایه ایران زندگی میکردن. و اینقدر ایرانیان روادار بودن که ما بین ایرانی و غیر ایرانی هم خودی و ناخودی نمی کردیم، حتی یعنی حتی ان ایرانیان یا غیر ایرانیانی که در ایران زندگی می کردن شامل قوانین ایران بودن و انسانهای ایرانی همه حقوقشون با هم برابر بود، زن و مرد، پیر و جوان، کودک و بزرگ، ایرانی و ان ایرانی. و از این روی هست که تفاوت بسیار مهمی بین شهریار، شهریاری نیک، و به اصطلاح سلطنت پس از اسلام میبینید، و این تفاوت در همه ارکان کشور دیده میشده. هنگامی که شما میگفتن نام شاهنشاه، شما همچین چیزی واژه‌ای در هیچ جای جهان ندارید، و این واژه از دوران داریوش بزرگ گذاشته شد، هرچند که شاهنشاه کوروش هم شاهنشاه بود، شاه شاهان بود، شاهان بسیاری زیر نظرش، زیر حکومت ایران، کشورهای بسیاری زیر امپراتوری ایران بودن که هر کدوم شاه خودشونو داشتن، سیستم باوری خودشونو داشتن. و برای همین شما میبینید در ایران یهودی بود، مسیحی بود، بودایی بود، هندو بود، اون معبد بامیانی که زدن بوداهاش رو از بین بردن در افغانستان، خب افغانستان که میدونیم بخش بزرگی از ایران بود، و اون بوداهای بامیان مال 2000 خورده سال پیش بود. یعنی این نشون میده در ایران امپراتوری مثلا هخامنشی شما نگاه کنید از هر باور و آینی داشتن زندگی میکردن، هر ملتی زیر پوشش ایران بودن و همه با خوشحالی، نه ستمی به کسی میشد، نه بردهی گرفته میشد، نه ساختمانی، حتی یک ساختمان رو بردگان در ایران نساختن. و این نشون میده اوج ترقی یک ملت، اوج پیشرفت اندیشه، ذهن و میزان پیشرفتگی این که یک کشور در 2000-3000 سال پیش کجای جهان وایستاده بود و چه اندازه تفاوت میکرد، نه تنها با جهان آن روز که حتی با جهان امروز. ما جایی که در دوران هخامنشیان و ساسانیان ایستاده بودیم کجا، و جایی که اکنون ایستاده بودیم، میزان عدالت اجتماعی که در اون زمان داشتیم، میزان رفاه یک ملت، میزان سازندگی کشور، میزان برابری حقوق انسان ها کجای کار بود
و امروز کجای کاریم. و این به خوبی نشون میده که حتی بسیاری از اصولی که در ایران شهر ما، در سیستم حکومتی شهریاری ایران شهری ما اتفاق میافتاد و وجود داشت، تا آغاز قرن بیستم در بسیاری از کشورهای جهان اصلا وجود نداشت. نمونش چی؟ برابری حقوق انسان ها. نمونش چی؟ برابری حقوق زن و مرد. نمونش چی؟ زنان ارتشی که ما اون دوران تا حد دریا سالاری می رفتن، مانند آرتمیس، مانند یوتاب، مانند بسیاری از زنان کشوری و لشکری که آن زمان نامشون در تاریخ پیش از اسلام ما هست، تا حتی پادشاهی آزرمیدخت و پوراندخت، شما می بینید زن ایرانی در کجا وایستاده بود که حتی در آغاز قرن بیستم در همه این کشورهای جهان اول، حتی در تمام کشورهای اروپایی آمریکایی، زن در اون جایگاه نبود. و نه تنها این موضوع، همون رواداری که ما داشتیم، تازه واژه تالرنس و این غربی ها از پس از جنگ جهانی دوم، بعد از اون اتفاقاتی که افتاد و جنگی که شد و یهودیان کشتن و مردم از بین بردن و این اتفاقات ناگواری که نصف جهان با خاک یکسان شد، جهان بالاخره متمدن داشت از بین میرفت، تا ایران ما کشیده شد که متفقین به ما حمله کردن با اینکه ما بی‌طرف بودیم. میخوام بگم تا اون زمان اصلا واژه تالرنس وجود نداشت در فرهنگ غرب. تازه اومدن گفتن آقا رواداری، تحمل، بابا بقیه هم باید باشن، یهودیان باید باشن، مسیحیان باید باشن، هر کس از هر ملیتی، اصلا به اصطلاح نشنالیتی که هست در دنیا، از هر رنگی، از هر زبانی، هر جا، اینا باید باشن، اینا باید زندگی کنن. تازه این واژه رو آوردن. ما که اینا رو انجام میدادیم، حرفش هم نمیزدیم، ما انجام میدادیم و به مردم جهان منشور حقوق بشر صادر کردیم. اصلا چیزی که در مخیله 90% دنیای آن زمان نمیگنجید. مگه میشه یه شاهی بیاد خونه و زندگی ما رو آتیش نزنه، تا زمینمونو شورزار نکنه بره، مردممونو نکشه، معابدمونو آتیش نزنه؟ مگه میشه؟ از اون در مخیله مردم جهان نمی گنجید. همون گونه بود دید این ملت به واژه اهورامزدا و خدای خودشون. اهورامزدای ما سمبل خرد بود، سمبل دانش بود، میگفتن دانای دانایان. ولی همون زمان در هیچ جای جهان خداشون، اللهشون، لردشون، یهوهشون مظهر خرد نبود، مظهر دانش نبود. حد اکثرش یک اللهی بود که بقیه مردم برده و بندش بودن، و یا یک لردی بود که مردم رو میگفتن گوسفند، و چوپانشون که عیسی بود فرستاده بودن این گله گوسفند را ببره. یا همین گونه بود در دورانی که موسی مثلا اومد، مردم رو در حد گوسفند، ادیان ابراهیمی مردم رو در حد گوسفند میدونستن. فرق میکرد با ایرانیان که در 3700 سال پیش میگفتن انسان نه برده آفریده شده نه بنده، آزاد آفریده شده، و اهورامزدا همکار برای خودش در جهان ایجاد کرده که بهتر کنه هستی رو، دست و بازوهای زیادی به خدمت بیان برای سازندگی و بهتر کردن هم جهان هم همه هستی. و اینها نشون میده ما ایرانیان از نظر فهم و دانش و اندیشه و خوراک فکری که تونستیم، فلسفه و جهانبینی که تونستیم به همه مردم دنیا ارائه بدیم، چه اندازه پیشرو بودیم. بنابراین اون عده‌ای که میگن شاهی یا پادشاهی ایران شهری مربوط به 2000-3000 سال پیش قدیمیه، الان دیگه ما کارایی نداره، باید این موضوع رو بدونن که نه. خب مگه واژه جمهوری رو که اینا میگن، جمهوری مگه از یونان نیامد؟ مگه دموکراسی که میگن، دموکراسی مخترعش یونانیا نبودن در 2000 سال پیش؟ چطور دموکراسی جمهوری رو قبول دارن که امروز هم میتونه استفاده بشه در جهان؟ بعد حکومت ایران شهری، پادشاهی پارلمانی ایران شهری نمیتونه در ایران استفاده بشه، قدیمیه؟ ما دیگه باید بندازیم دور هرچی که خودمون داشتیم. و اتفاقا برای سیستم کشور ما هیچ چیز بهتر از این اندیشه ایران شهری نیست، هم از سیستم زندگی، هم از نگاه، برای که بومیه، برای که مال خودمونه، اینو ما ساختیم، از جای دیگه وارد نکردیم. سیستم کمونیست نیست که وارد کردیم، سیستم نمیدونم دموکراسی آتن نیست، یا سیستم مثلا جمهوری آتن نیست، یا سیستم غرب و شرقی نیست. یک سیستمیست این مردم براشون کار کرده،
درستش کردن و با اندیشه نیک، با رفتار و گفتار و کردار نیک، نیکی، راستی، درستی و تحمل، رواداری، ساختن و آزادگی رو به مردم جهان یاد دادن. برای من این خیلی مهمه، برای کسانی که مانو افسانه خیلی ها هستن میان میگن که خب حالا این حکومت فردا بره چی میخواییم بیا؟ یه عده اصلا نمیدونن چه چیزی احتمالاً برای آینده این کشور کار میکنه. همون جوری که بعضیا میگن که خب حالا این اسلام اگه بگیرن مردم بعد چی میشه؟ اولا که هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی چرا برای ما مهمه که ما حداقل اگر میخوایم ایرانی باشیم، هر چی باشیم، باید غیر مسلمان باشیم؟ مطمئنا. چرا؟ برای که تمام این ویژگیایی که من در پادشاهی ایران شهری شمردم اصلا در اندیشه اسلامی نمیتونه وجود داشته باشه و کار نخواهد کرد. دوباره بعد 20 سال یه مش مسلمان بلند میشن میگن ما طبق حکم جهاد اسلامیمون و امر به معروف نهی از منکرمون کاری که طالبان میکنن بریزیم و بزنیم و بکشیم و بگیریم و سر ببریم و اسلام صادر کنیم. من این کاری که ایران 44 ساله داره میکنه، هم روزگار خودشو بدبخت کرده، هم تمام کشورهای همسایه. اونور هوتی پرورش میده، اونور حشد و شعبی پرورش میده، اونور با طالبان لاس میزنه، مامورای طالبان افراد طالبان و القاعده رو برداشته بود آورده بود ایران، از اونور با داعش یه سر و سری داشت و از اونور برای لبنان و نمیدونم نوار غزه و شیعیان لبنان سلاح میفرسته، از اونور برای سوریه موش میدوند، از اونور تو عراق میفرستاد بمب بزنه. یعنی هم خودمون رو بدبخت کرده این اسلام و این حکومت اسلامی، هم تمام کشور همسایه‌مون آرامش از همه جا ما گرفتیم و ما گرفتیم، یعنی ما نه، ما مردم نه، این حکومت اسلامی گرفته. بانو آرتمیس، پس با این تفاصیل وقتی خب شما صحبت میکنین در مورد تاریخ گذشته ایران شهری شهریاری، من ناخودآگاه مقایسه میکنم با دوران پهلوی. ببینید تنها دوره‌ای که بعد از 1400 سال در ایران اون شکل و بوی پادشاهی رو به خودش گرفت، اون رنگ ایرانی بودن رو به خودش گرفت، دوره طلایی پهلوی بوده که هم به زن اهمیت داده شد، جایگاه زن، هم همون رواداری که شما میگید ما چقدر یهودی داشتیم در کشورمون را که پناهنده شدن از زمان جنگ جهانی دوم بود، درسته؟ نه اصلا قبل از اون، ما یهودیان ایران، ما 2500 سال در ایران یهودی داریم، یعنی از دوران کوروش ما میدونین یهودی ها خودشون دو تا تلمود دارن. درسته، نه بعد از در من در زمان شاهان پهلوی رو میگم، در زمان بهایی نداشتیم. ثابت پاسال مگه نبود تلویزیون ملی ایران رو درست کرد؟ بهایی بود. مگه ما این همه باهایی گردن کلوف صنایع رو داشتن، کارخانجات رو داشتن، تلویزیون، اولین تلویزیون خصوصی ایران رو درست کردن، خطوط هواپیمایی درست داشتن میکردن، به غیر از هما ما ایر تاکسی داشتیم، خطوط مثل آسمان و اینا که خطوط خصوصی بود، هواپیمای خصوصی داشتیم، ما خیلی عرصمون باز بود. دقیقا درست میگید بانو افسانه. چرا؟ برای اینکه رضا شاه نخستین کسی بود که آمد قانون مشروطه رو مشروعش رو گذاشت کنار، یعنی گفت قوانین مجلس تصویب بکنه، دولت اجرا میکنه، و به هیچ عنوان، تحت هیچ عنوان اجازه نداد اون 5 تا مجتهدی که تو قانون اساسی مشروطه ایران بود بیان بشینن رأی نمایندای مجلس رو ارزیابی بکنن، این قانون اسلامی، اون قانون اسلامی. اون تیکه رو دور زد رضا شاه، دقیقاً آمد پادشاهی ایرانی، پادشاهی ایران شهری پارلمانی رو درست کرد و علاوه بر اون کاملاً اومد ایران رو دوباره بازیابی کرد. برای همین نام ایران رو که سالها رفته بود رو نام پرشین، برگردون به نام پیش از اسلام ایران، 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 ایران شهر، بازگردون به نام پیش از اسلام ایران و نام ایران رو دوباره زنده کرد و از سوی دیگه تمام کشور رو بر مبنای اصول میهن‌پرستی ایرانگرایی ساخت. شما ساختمان بانک مرکزی رو ببینید، ساختمان‌های دولتی، ساختمان آگاهی، تمام ساختمان‌ها رو بر رو معماری پیش از اسلام. نام‌ها همه یهو می‌بینید در دوران رضا شاه تمام مادران و مادر بزرگانی که اونجا نامشون هست، نام‌ها یهو ایرانی شد.
یهو نام ها از بدر و سلطنه و فخر و سلطان و فخر و زمان و این چیزایی که در دوران قاجار این نام ها بود دیگه، یک مرتبه نام ها شد مثلا ایران، پوران، توران، مهران، مهری و نام آفرین و نام های مردان یهو رفت رو شاهنامه، کیومرث، گشتاسپ، نمیدونم سهراب، رستم و نام های ایرانی یک مرتبه متولد شد. بیهجابی رو هم که ایجاد کرد، زنان رو زنده کرد، محمد رضا شاه که اومد حق رأی رو داد و بقیه ساخت و ساز کشور رو مثل موشک برد جلو و ایران یک مرتبه تو 50 سال از دوران مالرو، کشور مالرو، اولاغ و نمیدونم لباس سرداری و گیوه و اینا وارد عصر نوین شد و خیابانکشی، شهرسازی، اتوبانسازی، خط هوایی، دانشگاه، صنایع راه آهن، نمیدونم مس، نفت، یک مرتبه کشور نه تنها مدرن شد، مدرنایز شد و وارد عصر مدرن و نوین شد، بلکه ایرانی شد. یعنی کشور دیگه اسلام داشت میرفت که بره، منتها فرصت کم بود. این 50 سال تا اومدن اینا به خودشون به جنبن، انگلستان دید نه آقا نفت داره گرون میشه و این مملکت داره بر میگرده بره بشه مثل ژاپن و پس مردا اینا دارن نفت و گرون میخرن، رشد اقتصادی اروپا متوقف شده بود، رشد اقتصادی ایران شده بود 26%. هیچ کشوری در جهان یه همچین رشد واقعا سرطانی پیدا نکرده بود و این موجب وحشت شد. گفتن اگر قرار باشه که ایران رشد اقتصادی دو رقمی داشته باشه، ما رشد اقتصادیمون متوقف شده، نفت گرون شده، تیک تیک داریم از سرما تو انگلستان میلرزیم، نفت نبود دیگه، نفت رو از ایران وارد میکردن، بنزین نداریم و اینا، گفتن که نه پس ما چه کار کنیم که یک کشوری بشه برگرده به دوران قاجاری که قشنگ دست انگلستان و روسیه بود اگه یادتون باشه. دقیقا ما برگشته به همون دوران برج شهریار رو ببین چطور اومدن. امروز من تصویرها رو میدم واقعا دیوانه کننده است. نصفش پرچم جمهوری اسلامی، نصفش پرچم چین، دو تا قسمت کاملا مزدور و خیانتکار به کشور، جمهوری اسلامی و چین. و این جالبه چقدر شاهنشاهی آمد درست گفت. یکی از دلایل حالا درست تمام حالا جهان غرب همدست شدن برای به زیر کشیدن حکومت شاهنشاهی، ولی همون رسوبات مذهبی اسلامی که توی اون افراد به ظاهر روشن فکری که سال 57 همراه و همگام شدن با غرب با عنوان جاسوس دست نشونده مزدور، مثل همینایی که الان ما داریم همین کارو دارن میکنن. اون موقع الان رسانه هاشون تو صدر، اون موقع هم با پول و خریدن اونها و اونها هم اون حس اسلامی و مسلمونی که توشون بود و اون حسادت و حقارتی که تو خودشون نسبت به شاهنشاه میدیدن چنان رو دست به یکی کردن، ما رو به روز سیاهی نشوندن که امروز باید زن ایرانی، مرد ایرانی، دختر و پسر ایرانی با این وضعیت اسفناک زندگی کنه. و دوباره هم داریم میبینیم که همین افرادی که دست تو دست نیروهای بیگانه دوباره گذاشتن کشورهای دیگه دارن پولای همین ملت رو که بلوکه شده به عنوانهای مختلف انگار از جیب پدرشون، یا خب برید دارایی خامنه ای رو مصادره کنیم. دقیقاً دارایی ملت ایران رو میچنن، پولای ملت ایران رو، این حق مردم ایران. اگر اینطور باشه پس مادر نوید افکاری که دو تا بچه‌هاش الان سال بیش از 500 روزه که تو انفرادی هستن، اون باید کل ایران رو بخواد. دقیقاً همینطوره. مادر ندا، ببینیم. مادر ستار، کاملا درست میگیم. ببینین اشتباه این مردم این بود که اصلا نمیفهمن دارن چیکار. یعنی اینقدر آدم وقتی این به اصطلاح روشنفکرای 57 رو میبینه اصلا واقعا متعجب میشه از سواد اندک و بیمایگی سیاسی اینا. یعنی شما فکر کنین، شما وقتی بشینین نگاه کنین امثال این شریعتی و فاطمی و اینا میرفتن میشستن تو حسینی ارشاد، چه خزعبلاتی، چه مزخرفاتی. و بعد مردمی که دنبال آخوند دوزاری خمینی 6 کلاس سوادم نداشت سینه میزنن و دنبال اون میدویدن، انتظارشون کشورشون بشه سوئیس. آخه شما دنبال چی دارین میرین؟ انتظار دارین به چی برسین؟ همون کمونیستا، همین اسلامیایی که همه دنبال با هم دیگه دنبال آخوند سینه زدن، اینا فکر میکردن وقت به چی میرسن؟
آزادی، آزادی سیاسی، آزادی این، آزادی اون، هیچ بهانه ای، من اگه یادتون باشه هفته پیش در مورد انقلاب شاه و ملت گفتم، هیچ بهانه دیگه این چپی‌ها نداشتن در ایران، برای که حتی حقوق کارگرانی که آن زمان 60 سال پیش به کارگر ایرانی پرداخت شد از سود سهم شدن در سود کارخانه ها، از وام ها، از بانک رفاه کارگران، بانک نمیدونم کشاورزی، از زمین ها، اصلاحات ارضی که بهشون، از همه امکاناتی که ما به کارگر و کشاورزان در ایران دادن، اونا چپیا فقط حرفشو میزدن، شاهنشاه آریامهر حرفشو نزد، همه رو عمل کرد و دیگه بهانه ای نمیموند. اینا میخواستن مثلا گفتن کارگر، کارگر که چی بشه، حقوق کارگر که بهترین حقوق در ایران داشت بهشون داده میشد، یعنی حقوق کارگر، نه فقط دستمزد، منظورم همه حقوقشون، از وام و خانه و مسکن و بهداشت و درمان و آموزش پرورش رایگان و سود سهام بودن در سهیم بودن در سود کارخانه و همه چی که داشتن بهشون میدادن. بهانه ای دیگه این چپیا نداشتن که همش حقوق کارگر و کمونیسم و اینا رو تبلیغ میکنن. گفتن چیکار کنیم؟ هیچی آقا، بریم سینما رکس آتیش بزنیم، بریم این ور آتیش بزنیم، اون ور آتیش بزنیم، بریم میدون ژاله اون بالا وایسیم با تک تیرانداز مردم بزنیم، بگیم شاه کرد. همش به دروغ جفسازی هایی میکردن که بگن حکومت شاه ستمگره و باید بره. و جالبه میگم مردمی که دنبال جنایت، فقط مردمی که دنبال نیستن، ببینید اینها کلامتون جنایت کارهایی که همون هایی که با سلمان فارسی هایی که اون زمان رفتن با اعراب دستگیری کردن، اومدن چطور قرون جنگی ایرانیانو به اعراب پاپتی یاد دادن تا تونستن بر ما غلبه کنن و پیروز بشن. سال 57 اینا همین کارو کردن به شیوه‌ای دیگه، به روش دیگه. تفاوت بزرگ داشت، یه تفاوت بزرگ داشت این ملتی که حالا چه چپی، چه خمینی، چه اون وسا حزب اللهیاش، اینا همه اینها در مجموع، باز حداقل میتونیم بگیم سلمان فارسی یک شاهزاده رانده شده یا مطرودی بود که عقده این که چرا من نتونستم در اون دربار بمونم، پس میزنم کل کشور رو نابود میکنم و داشت. ولی اینا حتی اون فهم و شعور و تربیت و تحصیلات هم نداشتن، یعنی اینا یک مش آدم بسیار فرومایه و کم مایه از نظر دانش سیاسی، از نظر دانش تاریخی، از نظر دانش ایران شناسی بودن که فقط میخواستن حکومت شاه رو سرنگون کنن و خودشون به قدرت برسن. و بدترینش اینه، مردمی که دنبال آخوند سینه میزنن الان باید روزگارش این باشه. انتظارش این چی بشه؟ انتظارش این کشورتون تبدیل بشه به مثلا چه میدونم سوئد، مثلا انتظار داشتیم بشه هلند، انتظار داشتیم بشه دانمارک. خب معلومه که همین انتظاری که دارین از آخونده پنج کلاس سواد بی سواد شپشویی که تا پریروز داشت با روزه خونی دوزار پول در می آورد، انتظار دارین چه اتفاق بیفته؟ و مهمترین اتفاقی که در ایران آینده باید بیفته اینه که ایرانیان بفهمند پادشاهی یعنی ثبات در یک کشور، ولی جمهوری هر چهار سال یک بار یک کسی میخواد رئیس جمهور شه، بزنه و ببره و بخوره و بدوزه و کیسه خودش و خانوادهش پول کنه و پر پول کنه و بره. در حالی که شاه میدونه من تو این کشور میخوام بمونم، میخوان فرزندان من هم اینجا بمونن، این کشور مال منه. شاه کشور رو از خودش، ملت رو از خودش جدا نمیدونه، چون میبینیم که در درازای تاریخ مثلا دودمان هخامنشیان چند تا، خودش اولا کوروش از خانواده سلطنتی بود، هم از طرف پدری هم از طرف مادری، از طرف مادری از پادشاهان ماد بود، از طرف پدری هم که از خاندان هخامنش بود که شاهی میکردن همیشه. برای همین بود که میدیدین افرادی که در خانواده های شاهی بیمدن افراد بسیار خردمند، دادگر، برای که میخوان بمونن تو این کشور، نمیخوان بزنن و بخورن و ببرن و درن. این اتفاقی که در جمهوری ها میفته، از دو تا حزب همش بزن و بکشه، کی بره برسه به قدرت، بعدم چهار سال اونا میخوان بخورن و ببرن و بدزدن، قوانین رو به نفع خودشون تصویب بکنن و درن برن، بعد دوباره برای چهار سال بعد کشور بیفته توی نوسان و هیچ وقت راه به جایی جمهوری در یک کشوری مثل ایران نخواهد بود. ایران احتیاج داره صخره ثبات بشه، همون گونه که در دوران پهلوی بود، میگفتن جزیره ثبات و آرامش خاورمیانه ایران بود، ایران وزنه ایران بود که خاورمیانه رو تو صلح و آرامش نگه می‌داشت. و به غیر از ایران و آن طرف اسرائیل هیچ کشوری نه به اندازه این دوتا کشور پیشرفت داشت، نه افراد تحصیل کرده داشت، نه افراد میهن پرست، و اینا بودن که داشتن خاورمیانه رو راه می‌بردن، ایران از این سو، اسرائیل از اون سو.
وگرنه عربستان و عراق و سوریه و لبنان و لیبی و اردن و اینا که مهره های نبودن. میبینیم دیگه، میدونیم دیگه، افغانستان و پاکستان و این دو کشور بودن که مثل دو تا میخ محکم خاورمیانه رو با ثبات نگه داشته بودن. و وقتی که ایران دچار این تلاطم و ناآرامی شد، کل خاورمیانه در آتش جنگ رفت. و از این رو هست که ایرانی اگر برگرده و آزادی فردای آزاد ایران، ایران بایستی برگرده پادشاهی پارلمانی باشه، پادشاهی از نظر اتحاد ملی، نگه داشتن مرزای کشور، سمبل و نماد این کشور. و از سوی دیگه شاه جلوی تجزیه رو همواره گرفته. هر کشوری شاه داشته، کشور تجزیه نمیتونه بشه. شاه، نه سلطانا، با قاجار و ماجار اون دوره ها فرق بود. شاه در هر کشور، مثل اسپانیا، شاه که اومد اسپانیا اون قسمتی که کاتالانا می‌خواستن جداشن نشستن سر جاش، ولی وقتی شاه نباشه اینا میگن ما رئیس جمهور از خودمون باشه، اونا میگن ما از خودمون باشه، بعد با هم میزنن به تپوتی و اونا میگن ما اصلا جدایی می‌خوایم بریم، اینا میگن ما جدایی می‌خوایم. شما همین الان انگلستان رو دارین می‌بینید. انگلستان اگر این پادشاهی نباشه، اسکاتلند از اون ور ازش جدا میشه، بقیه ایرلند از اون ور جدا میشه و بخشای دیگه تیکه پاره میشن. این شاهی و پادشاهیه که در انگلستان تونسته اون یکی کشورهای زیر نفوذ انگلستان هم در کنار هم نگه داره. این چیزیست که از کل شهریاری ایران، شهری مردم بایستی بدونن برای فردای ایران. درسته. و البته این همین قضیه هم باعث شده که دوباره مثل همون سال 57 نفوذی ها و صادراتی ها، مخصوصا کسایی که خارج از ایران هستن و البته افرادی که تو ایران دارن خودشون رو به عنوان مخالف های رژیم جا میزنن، به خاطر همین که ایران تزدیه شه و شاهنشاهی برنگرده، دارن به هر ترفندی دست میزنن و هر کلکی رو سوار میکنن و هر خمینی زنانه ای رو میخوان بیارن به مردم غالب بکنن، که البته امیدوارم این دفعه دیگه مردم ما حداقل 57 درس عبرتی بشه برای هممون که دوباره فریب به این جماعت رو نخورید. هیچ کسی و هیچ راهی و هیچ قدرتی جز قدرت پادشاهی و حکومت شاهنشاهی نمیتونه یک ایران یک پارچه و متحد رو دوباره برای ما ارمغان بیاره که ما بتونیم هممون زیر یک پرچم و به عنوان یک ملت دور هم تو اون کشور با صلح و صفا خودمون زندگی کنیم. که البته ما هیچ وقت هرگز اقوام ما با هم اختلافی نداشتن. ما لورها از عرب ها زن گرفتن، آذری ها از کرد ها زن گرفتن، همین جور همه با هم پیوند فامیلی پیدا یک کردن. ملتیم. ببینیم یک ملتیم، نوهای ما هستن، ما یه ملتیم، ما رو هر کاری بکنن نمیتونن. بله. و یادمونم باشه هیچ کشوری نیست تجزیه شده باشه و کوچیک شده باشه و ضعیف نشده باشه و به راحتی گلوبالیستا نبلعیده باشنش. اتفاقی که سر چکسلواکی افتاد، سر اون قسمت بالکان اینا انداختن، دیدیم که چگونه این کشورهای اروپای شرقی رو خواستن تکه پاره کنن و کوچیک کنن. و اگه کوچیک شدن و تجزیه خوب بود، چین هنوز که هنوزه هنگ کنگ و بخش خودش میدونه، تازه چشش دنبال تایوان هم هست، میگه اونم مال ماست، چین تایپی ماست، هنوزم اونا رو هم، یعنی چینه به اون گندگی که شاید 3-4 برابر بزرگتر از ایرانه، کشور به اون گندگی هنوز میخواد هنگ کنگ و تایوانش رو بچسبونه به خودش و نگه داره. وقت یک عده‌ای فکر میکنن اگه مثلا کردستان بره یا اگه آذربایجان بره یا اگه خوزستان بره، روی خوشی خواهند دید. گلوبالیستا هر جایی رو که خورد کردن و خاک شیر کردن و کوچیک کردن، بلعیدن و از بین بردن و با خاک یکسان کردن. و این یک چیز کلیست که مردم ایران باید بدونن. قدرت ایران آینده در بزرگ بودن ایران. تازه ایران نه تنها باید خودش بمونه، که نفوذ فرهنگ ایران رو در تمام حوزه فرهنگ و تمدن ایران، در افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، در ترکمنستان، در همه این جاهایی که بخشهایی از ایران بودن، در قفقاز، اوستیا، گرجستان، اینا جاهایی که مردم هنوز فارسی زبانن، هنوز زبان فارسی رو بلدن
و هنوز در بخشای عمده از همه اینها دارن فارسی صحبت میکنن، ما یادمون باشه اینا حوزه فرهنگ و تمدن ما هستن و ما پدر بزرگ اینا هستیم، ما مینلندی، ما سرزمین اصلی هستیم، ما مادر به اصطلاح ایران اینها هستیم و ما هستیم که باید اونا رو زیر پروبال بگیریم، حمایتشون کنیم، منافع اونا بشه منافع ما، حفاظت اونا بشه حفاظت از بخش ما انگار، و زبان ما و فرهنگ ما و مراسم ما، و این هست که موجب ماندگاری این فرهنگ چندین و چند هزار ساله شده و بایستی بمونه. من و شما هیچ آدمای مهمی نیستیم، ما میایم و میریم، اول ایران، دوم ما، اون باید بمونه تا ما و نسل‌های بعد. اگر ایرانی نباشه ما هم وجود نداره، باید ایران باشه که مردم ایران هم باشن، وگرنه اگر سرزمین نداشته باشیم چجوری میتونیم ادعا کنیم که وجود داریم؟ فکر میکنم به پایان برنامه امشب رسیدیم بانو آرتمیس عزیزم. سپاس از شما. امیدوارم، من همیشه میگم که فقط باید هوشیار باشیم، هوشیار باشیم. یک بار دیگه فریبی که 57 بردیم، ملت رو فریب دادن، البته اقلیتی رو فریب دادن و اکثریت خاموش موندن در برابر اون هجوم دیوی که سال 57 وارد ایران شد و الان داری به اون روزا نزدیک میشی، بگی دو روز آینده. دقیقاً. سپاس از شما. و ما ایران رو واقعا باید از توس تا تیسفون بدونیم و بدونیم که ایران رو باید از فراز البرز نگریست. درست. سپاس از شما. سپاسگزاری میکنم بانو آرتمیس عزیز. امیدوارم که در هفته آینده این برنامه ادامه پیدا کنه. تا جستاری دیگر. جاوید شاه، پاینده ایران. پاینده ایران، بدرود.